سلام خوش اومدید به کلاس درس خب امروز میخوایم بحثمون رو در مورد مکانیک کوانتومی ادامه بدیم با هم دیگه و میخوایم امروز در مورد به سازی یا نرمالیزه کردن تابع موج با هم دیگه صحبت بکنیم این کلمه هنجار سازی رو من به عنوان فارسی نرمالیزیشن به کار بردم اینجا که با هم دیگه میبینیم امروز منظور از نورمالیزیشن چی هستش خب بیاید شروع بکنیم از اینجا که با همدیگه گفتیم که ما یک تابع موج داریم که اسمش رو میذاریم سای ایکس و تی و خاصیت این تابع موجمون این هستش که اندازه سای ایکس و تی به توان دو یک تابع چگالی احتمال هستش تابع چگالی احتمال هستش که اگر بنابراین بیایم از این تابع چگالی احتمالمون روی یک بازه انتگرال بگیریم مثلا انتگرال از آتابی اندازه سایه x و تی به دو دی ای ایکس به ما احتمال پیدا کردن ذرهمون رو بین مکانهای آوبه و ب در لحظه تی میده خب پس یعنی یه جورایی میشه این رو نوشت احتمال اینکه مثلا ایکس من بین آوبی و ب باشه توی لحظه تی این یک احتمال هستش خب در مورد از بحثمون در مورد تابه های چگالی احتمال حتما خاطرتون هست که یک خاصیت اساسی هر تابع چگالی احتمالی این هستش که اگر اه اه از اون تابه روی تمام مقادیری که متغیر تصادفی میتونه به خودش بگیره یعنی از منفی بینهایت تا بینهایت اگر انتگرال بگیریم باید مقدار اون انتگرال برابر با یک بشه یعنی احتمال صد در صد رو بهمون بده بنابراین برای تابه موجمون باید داشته باشیم انتگرال از منفی بی نهایت تا بینهایت نهایت سایه ایکس و تی به توان دو دی ایکس باید مساوی با یک بشه و این در حقیقت همین شرط هنجار بودن یا نرمالایز بودن تابع موجمون هستش حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب این تابع موج که ما گفتیم یه جواب معادله شرودینگره و جاییم توی معادله شرودینگر به نظر نمیومد که این شرط نرمالایز بودن رو ما در نظر گرفتیم بنابراین چه دلیلی داره که یک جواب معادله شرودینگر به این شکل هنجار باشه و این شرط رو ارضا بکنه و جواب هم اینه که واقعا دلیلی نداره و ممکنه ما یه جواب معادله شرودینگر رو پیدا کنیم که اصلا این شرط نورمالیز بودن براش صادق نباشه به عنوان مثال بذارید اول قبل از اینکه مثال بزنم معادل شرودینگر رو یه دور بر خودمون بنویسیم که ببینیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم معادل شرودینگر بود چی بود آی h در مشتق جزئی سای نسبت به زمان مساوی هستش با منفی H بار دو روی دو ام در دی دو سای به دی ایکس دو ببخشید به دی ایکس دو به علاوه چی به علاوه وی در سای خب همونطور که میبینید این یک مادله معادله دیفرنسیل ای هستش و به عنوان مثال به عنوان مثال سای x و تی مساوی با صفر یه جوابه برای این چون اگر صفر رو جایگزین بکنیم اینجا دوبر معادلهمون صفر میشه و بنابراین این یک جوابه و مشخص هستش که این این شرط به هنجار بودن رو ارضا نمیکنه چون اگر از صفر انتگرال بگیریم روی این بازه مساوی با صفر میشه مساوی با یک نمیشه بنابراین این یک جواب فیزیکی نیست برای معادله شرودینگر جوابه فیزیکی نیست منظورم چیه جواب فیزیکی نیست یعنی اینکه هیچ مفهوم فیزیکی نداره یک همچین تابع موجی هیچ ذره رو توصیف نمیکنه صرفا یه جواب ریاضیه به همین ترتیب جوابهایی مدل شرودینگر ممکنه داشته باشه که براشون مقدار این انتگرال اینجا یعنی انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت اندازه سای ایکس و تی به توان دو دی ایکس این مقدار براش بی نهایت براشون بی نهایت باشه برای بعضی از جواب ها و این این حالت بالا اینها هم جواب فیزیکی نیستند برای معادله شرودینگر چون یک همچین تابه موجی اندازش به توان دو یک تابه چگالی احتمال نیست و هیچ جوری هم نمیشه کاریش کرد که تبدیل به یک تابه چگالی احتمال بشه اما از اون طرف جواب های ممکنه داشته باشیم که مقدار این انتگرال براشون صفر نباشه بی نهایت هم نباشه اما از طرف یک هم نباشه مثلا فرض کنید که یک جواب مادل شرودینگرمون ممکنه این انتگرال رو که براش حساب بکنیم از منفی بی نهایت تا بی نهایت انتگرال اندازه سای x و t به توان دو دی ایکس برای یه جواب مادر شرودینگر فرض کنید ممکنه این انتگرال مساویه یک عددی بشه اسمش رو بذاریم آ مثلا خب اون وقت یک همچین تابع موجی الان تابع چگالی احتمال نیست اندازش به توان دو چون این آ ممکنه مخالف یک باشه که به احتمال زیاد هم هست وقتی تا به وقتی مدل شرودینگرمون رو حل میکنیم اما ما یک همچین حلی از معادله شرودینگر رو میتونیم نرمالایز بکنیم یا به هنجارش بکنیم اصطلاحا و کاری بکنیم که براش این انتگرال مساوی با یک بشه چطور میتونیم این کار بکنیم؟ کلکی که سوار میکنیم این هستش که دقت اگر بکنیم معادله شرودینگر یک معادله دیفرانسیل خطی هستش معادله دیفرانسیل دیفرانسیل خطی هستش و خاصیتی که یک همچین معادلاتی دارن این هستش که اگر سای یک جواب معادله باشه سای یک جواب باشد اون وقت هر عدد ثابتی زب در سای هم یعنی سی زب در سای ببخشید سی زب در سای که سی یک عدد هستش عضو مجموعه اعداد مختلط باز هم جوابه یعنی ما میتونیم یه جواب معادله رو تو هر عددی که بخوایم ضرب بکنیم و باز هم اون تابه جدید باز هم جواب معادله خواهد بود به خاطر اینکه معادله دیفرانسیلمون خطی هستش پس ما میتونیم یک جواب رو که براش این انتگرال صفر نیست و بینهایت هم نیست تو یک عدد مناسب ضرب بکنیم جوری که تابع جدیدمون به شده باشه یا نرمالیزه شده باشه خب چه جوری میتونیم انتخاب بکنیم این ضریب به سازیمون رو این ثابت سی رو کافی سی رو ما قرار بدیم مساوی با یک تقسیم بر رادیکال آ یعنی اگر بذاریم یک روی رادیکال آ دقت بکنید که آ چون انتگرال اندازه سای به توان دو هستش آ, 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 آ یک عدد حقیقیه آج میخوام یک عدد حقیقی هستش و مثبت. بنابراین آ رادیکال آ هم یک عدد حقیقی هستش و ما اگر سی رو مساوی یک رو رادیکال آ قرار بدیم اون وقت نسخه بهنجار به شده تابع به موجمون که ما با سای تیلدای x و تی نشونش میدیم خواهد بود یک تقسیم بر رادیکال آ زب در سای x و و اون وقت خواهیم داشت چی؟ خواهیم داشت انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت اندازه سای X و تی به توان دو دی ایکس مساوی با یک هستش درسته چون که در حقیقت مساوی خواهد بود این انتگرال با آ تقسیم بر آ که مساوی با یک میشه پس اینجوری هستش که ما میتونیم ام توابع موجی که جواب معادله و شرودینگر هستند و براشون این انتگرال یک نیست رو جوری به هنجار بکنیم که همچنان جواب معادله شرودینگر باشن و انتگرال براشون یک بشه که اون وقت یک تابع چگالی احتمال خواهد بود پس جوری که ما در حقیقت پیدا می کنیم توابع موجمون رو اینه که اول معادله شرودینگرمون رو حل می کنیم و بعد به هنجار می کنیم تابع رو یا نرمالایزش می خب حالا یک سوال خیلی خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه و ما باید بهش جواب بدیم اینه که یه نفر ممکنه از ما بپرسه که خب گیرم که ما یه جوابی برای معادله شرودینگر داشتیم یک سایه ایکس و تی و اومدیم این رو خب این تابع با زمان تغییر میکنه دیگه چون همینجا وابستگیش به زمان اصلا اینجا مشخص شده تابع از x و t هستش فرض کنید که برای یک زمان t مساوی با t سفری ما این تابعمون رو به هنجار کردیم یعنی اومدیم سای تیلدای x و t سفر رو تشکیل دادیم که بود یک تقسیم بر رادیکال a در سایه x و t صفر و اون وقت این انتگرال انتگرال منفی بی نهایت و بی نهایت سای تیلده x و t صفر x برابر با یک شد حالا وقتی که زمان میگذره طبق معادله شردینگر این تابع موج ما عوض میشه مثلا فرض کنید که توی تی مساوی با تی یک ما یک تابع جدیدی داریم دیگه و از کجا معلوم که این تابع همچنان به هنجار باشه یعنی از کجا معلوم که انتگرال منفی بی نهایت تا بی نهایت سای تیلدای x و t1 اندازش به توان دو دی x از کجا ما میدونیم که این همچنان برابر با یکه؟ چون ما تو زمان تی 0 اومده بودیم تا همون رو نرمالیزه کرده بودیم یا به هنجار کرده بودیم. از کجا معلوم وقتی که زمان میگذره همچنان به هنجار بمونه تا موجمون و جواب کوتاه به این این هستش که این اتفاق میفته و معادله شرودینگر جوری هستش که اگر ما در یک زمان تابمون رو تاب موجمون رو به هنجار بکنیم با گذشت زمان به هنجار خواهد موند این جواب کوتاه سوالمون هست جواب بلندش این هستش که خب این چیزی که من الان گفتم رو باید ما اثبات بکنیم و اثباتش که اثبات کاملا ریاضی هستش که ما توی ویدوهای بعدی بهش میپردازیم اگر کسانی هستن که خیلی علاقه ای ندارن به جزئیات ریاضی این اثبات صرفا میتونن این حرف من را الان قبول بکنن و از ویدئوهای بعدی بدون اینکه نگاش بکنن بگذرن اما اگر دوست دارید جزئیات این اثبات که چرا با گذشت زمان تابع موجمون نرمالیزه میمونه که یک خاصیت خیلی مهم معادله شرودینگر هست که در حقیقت نرمالیزشن تابع موج رو به هم نمیزنه اگر میخواد جزئیات جزئیات اثباتش رو ببینید ویدئوی بعد رو نگاه بکنید توی کلاس درس بعدی میبینمتون